تو شرشر بارونی، گیسو پریشونی، عطر خوب گل و گلاب کاشونی، با خنده یه پنبونی میکشی به آسونی. نقش گل به کانال آشپزی با نارگل خوش اومدی. برنامه امروز ما طرز تهیه ترشک اناره، ترشک اناری که از خوراکی‌های خوشمزه ایرانیه که با مواد متنوعی تهیه میشه. ترشک انار خواص بسیار زیادی داره و از جمله تنقلات پاییزی و روزهای زمستان هستش. یکی از شبشره‌های شب یلدا هم محسوب میشه. بعضی از انارها به حدی ترش هستن که نمیتونیم اونها رو به درستی استفاده بکنیم. ترشک انار طعم ملس و خوشمزه‌ای داره. مواد مورد نیاز: انار. انار فرقی نمی‌کنه که شکسته باشه یا ریز باشه. از هر مدل اناری که باشه میتونیم استفاده بکنیم، فقط اینکه یه مقدار ترش باشه. گلپر در صورت تمایل حدود 1 قاشق چای خوری، نبات، ربع انار، یا میتونیم به جاش از لواشک استفاده بکنیم. انار رو دون میکنیم. قالب های سفید رو جدا میکنیم که ترشک انار تلخ نشه. نیاز به 1 لیوان آب انار داریم. دونه های انار رو با گوشتوب برقی یا دستی کمی میکوبیم تا آب انار یه مقدار خارج بشه. یه مقدار که کوبیدیم، بعد از اون میایم داخل یک ظرف میریزیم. و 1 لیوان آب اناری رو که داشتیم بهش اضافه میکنیم و روی حرارت قرار میدیم. ابتدا حرارت رو زیاد میکنیم تا به جوش بیاد. خنده پنهونی میکشی به آسونی، نقش گل روی غالیای کنونی. به جوش که اومد حرارت رو کم میکنیم و نبات رو بهش اضافه میکنیم. این دیگه مقدار ذائقه‌ایه، میتونید 1 تیکه نبات یا 2 تیکه نبات اضافه کنید یا بستگی به میزان انارتون داره. نبات سردی انار رو میگیره. بعد از اون میذاریم تا کم کم یه مقدار قوام بیاد با حرارت کم. قوام که اومد یه مقدار میاییم ربع انار رو اضافه میکنیم. میزانش بستگی به ذائقه خودتون داره، میخواییم ترش باشه یا اینکه خیلی ترش نباشه. به جای ربع انار میتونید لواشک رو هم قیچی کنید و بهش اضافه بکنید. به
و در صورت تمایل کمی پودر گلپر. گلپر هم سلیقه‌ای هستش و میذاریم کمی دوباره جا بیفته. غلظت ترشک انار کافی هستش، حرارت رو خاموش میکنه. حرارت رو که خاموش کردیم میذاریم یه مقدار که سرد شد داخل یک ظرف میریزیم و قرار میدیم داخل یخچال تا چند ساعت بمونه. ترشک انار آماده شد. امیدوارم این آموزش مفید واقع بشه. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپرسید. عطر خوب گل و گلاب کاشون